با تلاش کشاورزان و حمایت‌های دولت، کشور امسال در تولید گندم به خودکفایی کامل رسید. به گفته رئیس بنیاد ملی گندمکاران، میزان نیاز کشور 11.5 میلیون تن گندم است که با خرید تضمینی حدود 12 میلیون تن از کشاورزان امسال به واردات نیازی نیست. یک محصول و چند جشن خودکفایی. ما در گندم نان امسال خودکفا میشیم. تحقق رویایی خوش در پس همت کشاورزان و دولت. 100 هزار متر خدا رو شکر امسال واقعا زراعت ما خوب بوده. درآمدم بیشتر شده. بازدهی گندم هم بیشتر شده. هر هکتار 2 تا 3 تن نسبت به سال گذشته، سال 402 برداشتمون بهتر بود. دستاوردی که ریشه در یک توصیه راهبردی از امام خمینی داشت. کشاورزان بهترین مخلوقات هستند. زراعت می توانند بکنند، زراعت بکنند و این مشکل را، مشکل اقتصادی را با دست خود ملت انشاءالله حل بشد و ملت ما به خودکفایی انشاءالله برسد. در دهه‌های بعد از انقلاب هم خودکفایی از ارکان اصلی برنامه‌های پیشرفت و چشم‌انداز کشور بود. این جشن‌ها فقط برای یک محصول اساسی، اون هم گندم هست و مهم این است که روی دیگر محصولات اساسی هم هدف گذاری دقیق‌تری برای تحقق خودکفایی صورت گیرد. این هدفگذاری علاوه بر برنامه هفتم در صحبت‌های وزرای جهاد کشاورزی هم بوده. تولید گندم، برنج، جو، پنبه و شکر جزء محصولاتی است که انتخاب شدن برای که ما به خودکفایی 100% به امید خدا برسیم. اما این هدفگذاری برای خودکفایی در تولید چقدر برای کشور ضرورت دارد؟ وقتی در تولید همین 5 محصول اساسی کشاورزی ما خودکفا بشیم، یعنی امنیت غذایی شکل گرفته و در نتیجه امنیت ملی ما بیمه شده. ضمن اینکه صرفه‌جویی ارزی حاصل از این خودکفایی هم میتونه سهم به سزایی در پیشرفت کشور داشته باشه. بر اساس برنامه هفتم، ایران باید تا پایان سال 1407 در تولید ذرت و دانه‌های روغنی 40% و در تولید گندم، جو، برنج، شکر، حبوبات و گوشت 90% به خودکفایی برسد. علیرضا شاکتی، خبرگزاری صدا و سیما.